بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، سپاسگزارم بابت تشریف فرماییشان در این روز سرد بارانی. امروز اول دی ماه 1398 هجری خورشیدی است، رسما وارد زمستان شدیم. انشاءالله که دلهاتون گرم باشه و امیدواریم که محرومان و بینوایانی که در ایران متاسفانه از گرمایش خوبی برخوردار نیستند، دولت فکری به حال اونها هم بکند تا حد اقل رفاهی برای اونها هم فراهم بشود. همچنین شب یلدا رو در پشت سر داریم که بابت اون هم یک تبریک به شما مدیونیم. شب چهله بزرگ آمد و بلندترین شب سال سپری شد. امیدوارم که همه شبهاتون روز باشه و انشاءالله در کسب کمال که کوشا هستید کوشاتر باشید و ایام خدای نکرده به بطالت نگذرد. دیگر اینکه تولد حضرت عیسی مسیح روح الله و کلمت الله رو در پیش داریم. چند روز دیگر روز کریسمس است که بنابر مشهور روز تولد عیسی مسیح است در 2020 سال پیش، و همچنین چند روز بعد سال نو می شود و ما وارد سال 2020 میلادی می شویم. بابت همه اینها هم خدمت شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم که روزگارتون نو شود، جانتون تر و تازه شود و کمالاتی که کسب کرده اید افزوده تر و افزوده تر شود و جانتون با خداوند جان آفرین آشناتر شود انشاءالله. خدا رو شکر میکنیم که تا اینجا آمده ایم به همت عزیزان و به کمک دوستان، دوستان بسیار خوب، همدل، همداستان، همکار. آخرین جلسه سال 2019 میلادی رو برگزار میکنیم که 80 جلسه شرح دفتر اول مثنوی است و از خداوند می‌خواهیم که توفیق بر اتمام آن ببخشد. سهل گردان، رهنما، توفیق ده ای تقاضاگر درون، همچون جنین چون تقاضا می‌کنی اتمام این. سهل گردان، رهنما، توفیق ده یا تقاضا را بهل بر ما منه، چون تقاضا بر تقاضا میرسد موج اون دریا بدین جا میرسد. باری از خداوند میطلبیم که این دعا را هم مستجاب کند. چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. دنباله سخن رو میگیریم. در داستان طوطی و بازرگان هستیم و چه حکمت ها، چه گوهرهای حکمت که مولانا از دل این داستان بیرون کشید و سخاوتمندانه در دامن ما ریخت و همچنان ادامه دارد، این قواسی ها، این گوهریابی ها و این بخشندگی ها. نوبت گذشته از مولانا خواندیم که زبان هم زیان آور است هم سود بخش است، و اما نکته ای که دارد این است که وقتی چیزی از زبان جست مثل تیری است که از کمان جست، باز آوردن و برگرداندنش ممکن نیست. ولذا به هوش باشید که هنگام سخن گفتن چه میگویید، چون پس از گفتن سخن شما در اختیار شما نیست، بلکه شما هستید که در بند او هستید. یعنی اگر سخن ناروایی از شما جست، مسئولیت با شماست و ای بسا که گریبان شما رو بابت او بگیرد. این رو مولانا گفت که یک نکته اخلاقی بود، اما بلافاصله یک نکته الهیاتی و کلامی رو بر او افزود و او این بود که اما اولیاء خدا هستند که می توانند تیر از کمان جسته رو دوباره به کمان برگردانند. اولیا را هست قدرت از اله که بعد گفت حتی گفته ها رو ناگفته کنند،
حتی اگر سخنی جست از دهانی چنان کنند که گویی نجسته است. از چه طریق؟ از طریق تصرف در دلها و قلوب مردم و پاک کردن یاد و حافظه و خاطره اون سخن، گویی که اصلا گفته نشده است، اصلا زاده نشده است. چنین اختیاری، چنین تصرفی و قدرتی رو صاحب دلان، اولیای خداوند، یا به تعبیر مولانا صاحب مرکزان، اقطاب، اونها دارند. از اینجا بود که استدلالی هم، شاهدی هم از قرآن آورد که در قرآن هم داریم که خداوند میگوید ما بعضی از آیات رو نسخ میکنیم، بعضی ها رو انساء میکنیم. انساء یعنی به فراموشی بردن. بعضی از آیه ها رو میگوییم که منسوخند، حکمشون ملغاست، یه قانونی که مهر ابطال بر او زده شده است، اما قانون هست، حکم برقرار، یعنی موجود است، اما دیگه و به عمل در نمیاد، واجب نیست. اما پاره ای از احکام هست که از یادها میبریم که گویی کسی اونها رو نشنیده است و هرگز در عالم وجود نداشته است. این نکته رو هم برای ما مولانا گفت. بعد هم باز نکته دیگری رو اشاره کرد که از مضامین کلام اشعری است و او اینکه ما و روحمون مثل پاکت هایی هستیم که نامه ها در آن است. شب این نامه ها پرواز می کند، روح ما پرواز می کند، جدا می شود، می رود، اما فردا درست به جای خودش بر می گرده. روح من در بدن شما نمی ره، روح شما هم در بدن من نمی ره. این پاکت، این نامه ها پاکت های خودشون رو می شناسند. به همین سبب اینطور نیست که صبح یک زرگری از خواب برخیزه ببینه آهنگر شده، یا یه آهنگری برخیزه ببینه زرگر شده، یه استادی برخیزه ببینه جاهل شده، هیچی بلد، یا جاهلی برخیزه ببینه که پروفسور شده. اینطورا نمیشه. روح هر که پیشه زرگر به آهنگر نشد. یک آدم خوشخویی برخیزه ببینه بدخو شده، بدخویی برخیزه نه، اینطوری نیست. حسابها خیلی دقیق است. البته این تنظیم الهی است، اما این تنظیم چنان نیست که کار رو از دست خدا بیرون ببره، یعنی خلاف این نشدنی باشد. اینطور نیست، ممکنه روح یک کسی هم بره تو بدن یک کسی، یعنی به این معنا که فردا برخیزه ببینه که یک آدم دیگه شده. این هم کاملا میسر است. این معناش تناسخ نیست، نمیگه این چنین می شود در عالم وجود، میگوید که می تواند که بشود. خب در همین مقدمه عربی ابتدای دفتر اول مثنوی که خوندیم و من هم شرح مفصلی کردم، اونجا مولانا وقتی که در احوال حسام الدین که مخاطب اوست در سرودن مثنوی، در اونجا میگوید که لاستدعاء سیدی و سندی و معتمدی و مکان روح من جسدی و ذخیره یومی و غدی، به استدعاء کسی که به منزله روح در جسد من بود، ذخیره امروز و فردای من بود، چنین چنان حسام الدین. این مثنوی رو سرودم. بعد توضیح میده که این حسام الدین کیه، نسبش کیه و از کجا میاد. نسب اصلیش میرسه به ابوبکر صدیق، خلیفه اول. اما در این وسط یک نفرم هست، المنتسب الی شیخ مکرم، که اصبحت و به ما قال اصبحت و کردیان و امسیت و عربیا. یکی از اجداد او کسی بود که شب کرد بود، صبح عرب شده بود، یعنی از خداوند خواسته بود که این رو بهش عربی یاد بده. حالا این البته افسانه است، ولی قصه است که میگن رفته بود این آقای کرد، کرد خیلی ببخشید اگر کردی در مجلس هست و کسان این رو میشنوند، در نزد گذشتگان کرد رو به کاملا معنای یک آدم عامی بی فرهنگ به کار می بردن. در کلمات مولانا هم هر وقت که می خواد یه آدم ساده جاهل رو مثال بزنه میگه کردی. نزد گذشتگان البته این مشهور بود که کرد یک، اصلا کردها یک طایفه از جنن و اساسا یه جور نسب غیر انسانی براشون قائل بودن. حالا چیزایی است که فقط از نظر تاریخی ما داریم میگیم، این حرفا که حرفای درست و مقبولی نیست. این آدم کرد یعنی همین هیچ ندان،
رفته بود در مدرسه طلاب و دیده بود اینا نشستند و کتاب عربی میخونند و با هم مباحثه میکنند و خیلی حسرت برد که چرا من نمیدانم. با همون سادگی رفت و از یکی از این طلاب پرسید، گفت شما چطور این چیزا رو بلد شدید؟ اونم که شوخیش گرفته بود و سر به سر این کرد بی خبر گذاشت، گفت این زمستانم بود، گفت این حوض رو میبینی که یخ بسته، ما شب رفتیم تو این حوض تو از زیر یخ ها شکستیم یخ و عربی یاد گرفتیم. این بیچاره هم باور کرد و رفت و یخ رو شکست و در همون مدرسه رفت توی اون حوض شنا کرد، ولی از قضا این دفعه درست در اومد. صبح که بلند شد گفت امسیت و کردیت و اصبحت و عربی، یا شب کرد بودم الان عربم، یعنی خوب عربی بلد شدم. حالا باری این قصه ها رو هم خوب میگفتند و باور داشتند. خلاصه مولانا این رو هم برای ما گفت و گفت پیشه ها و خلق ها از بعد خواب و پس آید هم به خصم خود شتاب. همه پیشه ها، همه اندیشه ها، همه خلق ها و صفات بعد از خواب همچنان که بوده به آدمیان برمیگرده، چون که خدمتون گفته بودم از نظر اشاعره این جهان جهان انفصال است، یعنی هیچ چیزی با هیچ چیزی اتصال ضروری ندارد، همه رو به هم چسبوندن بدون اینکه خودشون با هم مرتبط باشن، یه قلابی بین اینا زدن، این قلاب غیر ضروری است، بنابراین میتواند باز بشود، برخلاف اندیشه فیلسوفان که قائل به ربط ضروری هستند بین اشیا. بگذاریم از اینکه تقریبا عموم فیلسوفان امروز همشون اشعری مسلکند، یعنی فیلسوفان اروپایی، اینا قائل به ربط ضروری نیستند در عالم، نه در علم نه در فلسفه هیچ جا، و معتقدن که اینا همه امکانی است، همه ارتباطات ضروری و وجوبی نیست، و عرض می شود که ضرورت رو فقط در عالم منطق می دونن نه در عالم طبیعت، یعنی فقط در منطق است که ما می گوییم که به ضرور الف به است، یا به ضرور از مقدمات فلان نتیجه حاصل می شود. اگر هم حالا قدری هم توسعه بدیم در ریاضیات هم قائلن، گرچه که اونام مخالف هایی داره باری، ولی خب خیلی اشعری مسلکند عالمان و فیلسوفان علم. در زمان ما من خیلی کم میشناسم کسانی رو که جرأت کرده باشند و اسم ضرورت رو در طبیعت آورده باشند. باری خب حالا میرسیم بقیه داستان، از بیت 1700 آغاز میکنیم. شنیدن آن توتی، حرکت آن توتیان و مردن آن توتی در قفس و نوحه خواجه بر وی. قصه رو همه میدانند و قبلا هم گفته ایم که خب خواجه از هندوستان برگشت و توتی او در منزل گفت برای من چه سوغات آوردی؟ پیام من رو به رفیقان من و هم کیشان و هم کسبتان من رسوندی؟ گفت بله رسوندم، و یک توتی از اون میان افتاد و مرد. این چنین بود که این پیام در اون توتی بازرگان هم مؤثر افتاد و او هم لرزید و مرد. بقیه داستان، چون شنید آن مرغ کان توتی چه کرد، پس بلرزید افتاد و گشت سرد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، برجهید و زد کله را بر زمین. یادتون باشه گذشتگان مردا همه کلا میذاشتن سرش، بی کلاهی اصلا آر بود، آر بود. اون یادتونه پروین اعتصامی شعری داره میگه محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، اون مست گفت پیراهن است این افسار نیست، بعد بهش گفت کلاهت کجاست؟ گفت در سر عقل باید، بی کلاهی آر نیست. این استثناءن کلاه سرش نبود، و اینکه همیشه در مصیبت ها کلاه بر زمین می زدن، روحانیون ما هم وقتی مصیبت خیلی عظیم باشه عمامه به زمین می زنن. آقای مصباح یزدی رو شنیدم که در طعن و تشنیع بر دکتر شریعتی عمامه به زمین زده بود در اصفهان. عمامه به زمین زدن خیلی مهم، یعنی عرش الهی خلاصه سقوط کرد. باری خواجه چون دیدش فتاده بر زمین همچنین، بر جهید و زد کلاه را بر زمین. کلاه به معنای تاجم هست. شنیدید که خب شاه کلاهدار به معنای تاجدار است. کلاه
یه ضرب المثلی میون ما هست که کلاه منم اونجا افتاده باشه نمیرم بردارم، این کلاه یعنی تاج من، ولی این کلاه معمولی که ارزشی نداره که آدم مثلا به خاطرش بره تا چین کلاهشو برداری بیاره، نه، تاج است. و باز هر چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی، مرغان قاف دانن آیین پادشاهی. کلاهداری جزو آیین پادشاهی بوده. این نمیدانست شاه کج کلاه، که فقیهانند از وی سهم خواه. گاهی کلاه رو کج میذاشتن یعنی دیگه غضب کردن. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند. در شعرهای حافظ هست. خلاصه این کلاه خیلی حکایتی داشته، یادتون نباشه با این کلاه امروزی قیاس نکنید، خیلی مهم بوده. در وحشی بافقی که سر کچلی داشت، یعنی کچلی گرفته بود، در واقع سر گری داشت که خیلی خوش منظره نبود. خب این معلومه کلاه داشت البته، یعنی دیگه به ضرور کلاه داشت. و در شعرهای خودش هم میگه اگرچه هیچ ندارم سر کلی دارم، چو شب شود به سر خیش مشعلی دارم. شب هم سرش برق میزد. بعد یه وقتی رفته بود حمام، اومده بود بیرون و در احوالش نوشتن که لباساشو بپوشه و بره، کلاش نبوده. و به صاحب حمام میگه کلاه من کو؟ میگه نه نداشتی از اول. داد میزنه تو حمام، همه رو صدا میزنه، میگه ای آدمیان انصاف بدید، این سر سریست که بی کلاه بره بیرون. نمیشه من بی کلاه اومده باشم. باره اینم که میگن یه کسی رو کلاش سرش میدارن، کلاه بر میدارن، که هر دو هم به یه معناست. بله گاهی کلاه برداریست، گاهی میگن کلاه سرش گذاشتن. هر دوتا متعلقه به کیه؟ به مقام تاریکیه. یعنی تو تاریکی در گذشته که هیچ نوری نمیتابید، مثل امروز نیست که این اتاق تاریک کنه بیرون نور بیاد، اینطوری نبود. گاهی کلاه یکی رو بر میداشتن، متوجه نمیشد که، یا کلاه یکی دیگر رو به جای کلاه یکی دیگر به سر میذاشتن. اینا هر دو معنای فریبکاری بود. یا مثال ما داریم، میگیم مو رو از ماست میکشه. مو رو از ماست کشیدن این کار ساده ایه، برای اینکه موی سیاه از ماست، خب آدم میتونه در تو تاریکی مو رو از ماست میکشه. کانتکست این ضرب المثل ها فراموش شده و گاهی معانیش رو از دست داده. خب اینا هم یه توضیحات روی به کلاه بود. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، برجهید و زد کلاه را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه برجست و گریبان را درید. گفت ای توتی خوب خوش حنین، این چه بودت این؟ چرا گشتی چنین؟ حنین یعنی ناله، همچنین به معنای تمایل است. خداوند که حنان است، نه به معنای اینکه ناله میکنه. حنان و منان در مورد خداوند به معنای مهربان، به معنای اینکه میل به بندگانش میکنه، قهر نمیکنه، پشت نمیکنه. معنای حنان اینه. در این حال به معنای ناله کن هم هست. ستون حنانه که قصهش در همین دفتر اول مثنوی هست، انشاءالله خواهیم رسید. گفت ای توتی خوب خوش حنین، این چه بودت این؟ چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ. اینا زبان اون خواجه است، خواجه بازرگانه، داره دریغا میگوید. این رو میگم چون مولانا بعدن راجع به دریغا گفتن سخنی دارد، باید بشنویم از اون. ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همراه و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه رزوان من. راه هم به معنای راحت است، هم به معنای می، شراب. این سه تا کلمه در عربی، راه، روح، ریح، همه یک ریشه دارن. ریح به معنای باد، راه به معنای شراب، روح هم به معنای روح، جان. چون گذشتگان تصور میکردن که جان از جنس باد است، نوما، نوماتیک، سایکی از کلمات یونانی، و باد هم از جنس باده. در شراب هم که معتقد بودن که یه روحی است، اسپیریت. این اسپیریت که به اصطلاح مایعات الکلی رو هم اسپیریت میگن، یعنی همون که یه روحی در روح هست، اون روح مست میکنه.
و الا آب اون روح رو نداره، مثلا شربت بهلیمو اون روح رو نداره، اون یه روحی است که وارد وجود شما میشه، شما رو مست میکنه. و کلمه باده در فارسی که به معنای شرابه، دقیقا از همین کلمه باد میاد که معنای ریحه، به معنای روحه، به معنای همون حقیقتی است که در اسپیریت نهفته است. واتک یعنی کلمه پهلویش فاتک، واتک به فارسی باده شده. و حافظم که میگه من نسیم حیات از پیاله میجویم، یعنی در شراب، در جام، در پیاله چیه؟ نسیم حیات است، نسیمی روحی از او میوزد که حیات بخش است. بله، سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. یا گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. شعرهای مشکل حافظ هم هست. میبینید در اینجا چند تا چیز رو که از یه جنسن حافظ کنار هم آورد. گر به نزهتگه ارواح، نزهتگه ارواح یعنی اون محفلی و اون پارکی، باقی که ارواح در اونجا جمعن. اگر باد بوی تو رو ببرد، بو خودش از همون جنس رائحه است که همون باز معنای روح و ریح داره، و باد رائحه تو رو، یعنی این ریح رائحه تو رو پیش روح ببرد. این کلمه مولانا اینه، حافظ اینه. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. قلقله به پا میشه، عقل و جان اونجا به رقص برمیخیزن، همه هستی خودشون رو نثار میکنند، فدای بوی نسیمی که از زلف تو برمیخیزد میکنند. غرض این است که اینا با هم همجنسی دارن، رائحه، روح، ریح، راه، شراب الی آخر. تو زبانهای مختلف هم همینطوره، یعنی فقط عربی نیست، یونانیش هم همینطوره، لاتینش هم همینطوره، تو فارسی هم پاره هایش همینطوره. خیلی جالبه و این نشون میده که یک جهانبینی واحدی پشت سر اینها قرار داشته است. یعنی ما یه بدن سنگین، کثیف، کثیف معنای متراکم و مادی داریم و یک روح رقیق داریم، مثل هوا، مثل باد، مثل بو، یه چیزای اینجوری که هم هست و هم نامحسوس است و همه جا نفوذ میکند و چنین تلقی از روح داشتن گذشتگان، حتی متکلمان ما، حتی متکلمان مسیحی و یهودی. این معنا که روح یه موجود کاملا مجرد، ذره مادیت نداره، این مال فیلسوفانه، مال فیلسوفان نسبتا متأخره. ولی حتی نزد ارسطو و دیگران روح همچنان نوماتیکه، یعنی از جنس هوا و باده. به فیلسوفانی مثل ابن سینا که میرسه و خصوصاً پایین تر به ملا صدرا و اینا، ما دیگه روحمون خیلی خیلی مجرد میشه، یعنی دیگه ذره مادیت در او وجود نداره، به طوری که دیگه تصورش برای ما مشکل. ولی من فکر یادمه که قبلاً این رو خدمت شما گفته بودم که محدثین ما، علما، فلاسفه رو بذارید کنار، علمای دین که محدثان باشن، متکلمان باشن، مفسران باشن، اینا همشون ماتریالیست بودن، یعنی تمام مخلوقات خدا رو مادی میدونستن، تنها موجود غیر مادی رو خدا میدونستن. خداوند غیر مادی است به طور کامل، اما غیر از او دیگه همه مادی هن، منتها درجاتی از رقت و غلظت دارن، بعضیشون خیلی کثافت دارن، تکاسف دارن، تراکم دارن، و بعضی ها رقیق ترن، مثل هوا و مثل رائحه و مثل بو و نمیدونم نور، و همین مثال ها رو هم می زدن برای اینکه تقریب به ذهن کنن و فهمش رو برای ما آسان کنن. بله اینطوری بود و این مال فیلسوفان است که قصه رو خب بردن تا جایی که دست، یعنی جهان ارواح رو کاملاً از آلودگی ماده رهایی بخشیدن. باری ای دریغا مرغ خوش الحان من، راه روح و روزه و ریحان من،
روزه یعنی باغ ریحان که معناش گر سلیمان را چنین مرغی بودی کی خود و مشغول آن مرغان شدی. تعریف مرغ خودشون میکرد. مرغ سلیمان چی بود؟ هدهد بود دیگه. اگر او مرغ من رو داشت به مرغای خودش اعتنا نمیکرد. ای دریغا مرغ کرزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. حالا بعدم باز مولانا راجع به مرغ باز هم سخن بیشتر میگه، برای اینکه اصلا تمام این داستان داستان طوطی است و بازرگان. طوطی هم از مرغان است، مرغ هم نماد جان است، همچنان که قفس نماد تن است، نماد بدن است، و این جان ما همون طوطی است که در قفس بازرگان افتاده است. برای اینکه رهایی پیدا کنه باید بمیرد، باید بمیرد، اونگاه او رو از قفس میگیرن و بیرونش میندازن، وقت دوباره پر میزنه و جان میگیره مجددا، چنان که داستان به ما میگوید و خود مولانا هم همه اینا رو اشاره خواهد کرد. بله، خب این طوطی مرد در پیش چشم، یا ظاهرا مرد، خودش رو به مردن زد در پیش چشم بازرگان، و بازرگان هم دریغاها گفت. ای زبان تو بس زیانی بر ورا، ورا یعنی مردم، چون تو ای گویا چه گویم من تو را، تو که خودت زبان گویایی هستی، من به تو چه بگویم. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی، یعنی در خرمن سعادت ما آتش میزنی. در نهان جان از تو افغان می کند، هرچه گویی گرچه هرچه گوییش آن می کند. جان از تو در افغان، از دست تو چه بیدادی می کشه، اما در ظاهر چاره هم نداره، حرفای تو رو گوش می کنه. ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی، هم سودی هم زیانی و منشأ و منبع این آفات و برکاتی، هر دو با هم، هم سفیر و خدعه مرغان تویی، هم انیس وحشت هجران تویی. سفیر می زدن دیگه اونایی که می خواستن شکار مرغ بکنن، صدای مرغان رو در می آوردن تا مرغی که بر هواست گمان کنه هم جنس اونها بر زمینه، می آمد و در دام می افتاد. لذا زبان هم ابزار خدعه کردن است که خودمون می دونیم، و هم انیس وحشت هجران توی، هم برای همدردی، برای همزبانی، برای تسلیت دیگران، برای تسکین بخشیدن و بسی چیزهای دیگر این زبان خوبه، خیلی نقش مهمی داره. یه قصه خیلی جالبی هست توی کتابای فارسی ادبیات میخوندیم یادتون باشه تو دبیرستان، که خواجه لقمان، لقمان برده بود برای مدتی، به او گفت که غذای بسیار خوب برای من تهیه کن. او زبان گوسفند پخت و براش برد. بعد فردا گفت حالا بدترین غذا رو تهیه کن. بازم زبان گوسفند پخت براش برد. گفت این چیه؟ گفت ببین این هم بدترین چیزه هم بهترین چیزه. زبان این خاصیت رو داره. میتونه یک خانواری رو به باد بده، به آتش بسوزانه، و میتواند عالمی رو آباد کنه. همه این خاصیت ها رو داره و حقیقتا این چنینه. تمام این دنیا رو ببینید، یک ضرب المثل عربا دارن، میگن لو سکت الجاهل رفع الاختلاف، اگه جاهلان دهانشون رو ببندن بیشتر این دعواها بمیره، بیشتر این نزاع هایی که در عالم هست، برای اینکه جاهلان اومدن، البته کی که خودشو جاهل بدونه، ولی مسئله اینه که آمدن به میدان و حرف زدن. این دنیا پر حرفه، و یکی از مشخصات جهان مدرنه که پرتر از حرف شده. یعنی دیگه این رادیو و تلویزیون چی تولید میکنن؟ شب و روز حرافی و لفاظی و یاوه‌گویی و دروغ‌گویی و اینا رو واقعا میریزن تو جامعه ما. ما در یک زمانه خیلی عجیبی زندگی میکنیم، خودمون حالمون نیست. پدر و مادر ما و اجداد پیشین ما در یک جهان بسیار آرام و کم دروغ‌تری زندگی میکرد. حد اکثر دروغایی که میشنیدن یا تو بازار بود، یا تو مسجد بود مثلا کنار هم، تو خیابون بود، یا تو محفلای دوستی و مهمانی بود. حالا ممکن بود یه روزم از یه واعظ بالای منبرم یک یاوهی بشنون، یک خرافهی بشنون، و اینا بود دیگه. یا یه آقایی تو کتابای خودش که اون روز مگه کتاب خون چقدر بود،
چقدر آدم باسواد بود، حالا یه سخنان ناروا و نادرستی بنویسه، چه کار داره به روزگار ما که این امواجی که حامل این خرافات و اون دروغ ها هستن همین اتاق رو پر کردن. پره 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 ده یا گیرنده ها رو درارید ببینید چه خبره. عجیبه واقعا. یعنی ما توی اینی که بعضی از بزرگان گفتن که شیطان امروز دستش از همیشه بازتره، واقعا همینطوره. این زبانها و این دهانها اگه بسته بشن، اگر تحت ضبط و مهار و کنترل بیان، این عالم خیلی جای امن تری خواهد بود، خیلی جای امن تری خواهد بود، هم برای اجسام هم برای ارواح. چون خیلی از این سخنهای ناروا به جسم ما کار نداره و به روحمون البته لطمه میزنه، زیان میزنه و برای همیشه دفتر سعادت ما رو ممکنه ببنده. چند امانم میدهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان. به زبان باز اشاره میکنه. البته اینجا هم سخن اون خواجه است که توتیش رو از دست داده و هم همزبانی و همداستانی مولانا با اوست، یعنی حرف هر دو نفره. نک به پرانیده ای مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا. یا جواب من بگو یا داد ده یا مرا ز اسباب شادی یاد ده. ای دریغا نور ظلمت سوز من، ای دریغا صبح روز افروز من، ای دریغا مرغ خوش پرواز من، ز انتها پریده تا آغاز من. دریغاها حسرتهای خواجه است و تعریف و تحسینی است که از طوطی محبوب دوست داشتنی خودش میکنه. از زنتها پریده تا آغاز من، اینجا من به جای مولانا بودم جوری دیگه میگفتم که تا ابد پریده از آغاز من، ولی مولاناست و از او باید شنید. اینجا انتها و آغاز رو باید از پایین به بالا گرفت. ای دریغا مرغ خوش پرواز من، چون چیزی از انتها به آغاز نمیپره، میشه از آغاز به انتها میپرن. این انتها یعنی انتهای مسیر، یعنی از بالا آمده پایین، مرغ روح اونگاه میپرد و میرود دوباره بالا. همون تفسیری که عموم بزرگان داشتن از این جهان، که ما مرغ باغ ملکوت بودیم و به این جهان آمدیم، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، آمدیم در این قفس و بعد دوباره خرم اون روز که از این مرحله بربندم رخت، از اینجا دوباره رخت ببندیم و سفر کنیم و به جهان اصلی خودمون برگردیم. پس زنتها پریده تا آغاز من، یعنی از این پایین ترین مرحله سفر به نقطه آغاز و بلندی. خب اینها دریغا گفتنهای بازرگان بود. مولانا یک تفسیری بر او اضافه می کند. عاشق رنج است نادان، تا ابد خیز و لا اقسم بخوان تا فی کبد. رنجی رسید به خواجه بازرگان. رنج از چه سبب بود؟ از سبب از دست دادن، فقدان یک محبوب، فقدان یک تعلق. یعنی تعلقی داشت به جناب توتی و بعد توتی که رفت، خب رنج افزود. خب ببینید این دیگه میدونین دیگه، مهمترین تعلیم صوفیه است، مهمترین تعلیم بودایی گری و بودیزم است. اگه نمیخواید رنج به شما برسه، تعلق خاطری به چیزی پیدا نکنید. کمترینش از مالکیت است. مالک چیزی باشید، وقتی از شما بدزدند، از شما ببرند، رنج دیده میشوید. تا اینکه تعلقات عاطفی پیدا کنید و امثال اینها، همه اینها باعث میشه که شما در فقدان اونها رنج ببرید دیگه. گفتن این رو مرحوم شیخ بهایی تو کشکول آورده، میگه که کسی آمد نزد پادشاهی و برای او یک جام مرصعی ساخته بود بسیار گرانبها و او را تقدیم به اعلی حضرت کرد. پادشاه هم بسیار خوشنود شد و به خازن خود گفت که اون رو در خزانه بگذاره.
آنگاه رو کرد به وزیرش، گفت چه میبینی در این حادثه، در این تحفه گرانبها که بر من آوردن؟ گفت بله، البته تحفه خیلی گرانبهایی است، ولی من فکر اون روزم که یا کسی این رو ببره یا این بیفته و بشکنه. شما تا حالا بر لبه این خطر نبودی، چون چنین جام مرصعی نداشتی، نه خوف دزدیدن داشتی، نه خوف شکسته شدن. از این به بعد این هم بر خوفهای تو افزوده شد، اگر چنین بشه یک غم بزرگی در دل تو می نشینه. و به همین دلیله که اون شاعر عرب میگه و من سر رهو الله یرا ما یسوعه فلا یتخذ شیئا یخاف له فقدا. اگر کسی میخواد که ناگواری به او نرسد، چیزی که از فقدانش میترسه بر نگیره. حالا به میزانی که آدمی در این موفق باشه در این راه، البته رنجها رو از خودش دور کرده است. سعدی در اون گلستان چی میگه؟ میگه از درویشی پرسیدن که دلت چه خواهد؟ گفت اون که دلم هیچ نخواهد. خب البته این یک قایتیست، یه آرمانیست، معلوم نیست آدمی به او برسه. اما در برگرفتن و در دلبستگی ها انسان باید خیلی هوشیار باشه. دلتون رو زود به چیزی ندید که اون وقت کندن مشکل میشه. توجه میکنید؟ آه قربونش بود اصلا. کلیم کاشانی چی بود؟ چی گفت؟ گفتش که پیری رسید، نوبت طبع جوان گذشت، تا به تن از تحمل رطل گران گذشت. تا در پایان این غزل خیلی زیبا میگه بدنامی حیات دو روزی نبود بیش. آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت، یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. کل حیات بدنامیش این بود، یه روز دل بستیم، یه روز هم دل کندیم. و نکنیم هم میان میکنن دل آدمی رو، منطقه این کندن خیلی دردناکیه. بار این جزو دستورات صوفیان بود، بوداییان بود، توقعتون رو کم کنید، خواسته هاتون رو به کمترین نازلترین درجه برسانید، تعلقاتتون رو کم بکنید، مال دایره مالکیتتون رو محدود بکنید. اینا رو هر چه که میتونید، چیزایی که از بیرون به شما آویخته میشود، از درون هم همینطور، گفتم تعلقات عاطفی. حتی این پاره از صوفیان، به اینجا خود مولانا البته پس از اینکه درساشو خونده بود، اینا میگفتن علم هم همینطوره. آدمی وقتی که به زحمت یه علمی رو به چنگ آورد، دوست نداره فراموش کنه، دوست نداره اون رو از دست بده، یک تعلق قوی ایجاد میکنه در آدمی. ولذا خیلی باید مواظب باشه که چی می آموزه، که ارزشش رو داشته باشه، که اگر رنجی برای او برده، نه اینکه ذهنش رو از زباله و آشغال و اینا پر بکنه و خیال کنه که مثلا دانشمند است و استاد فرزانه است و از این چیزا که میگیم. لذا شمس تبریزی اولین توصیه‌ای که به مولانا کرد، گفتی که کتاب خوندن موقوف، تموم شد. تا حالا خوراک تو اینا بود، حالا باید خوراک تو عوض کنی. اصل تبدیل مزاج آمد بدان، طبیعتت رو باید عوض کنی. تا حالا یه غذاهایی میخوردی، اینا دیگه رها بشه، یه آدم دیگری با یک طبع دیگری با یک غذاهای دیگری. این توصیه او. خب از قرآن نقل میکنه که، خب این تعبیر قرآنی خب خیلی مهمه دیگه، لا اقسم به هذا البلد، سوره های فتاح مکی است دیگه، و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. خیلی خیلی این از آیات مهم قرآن. آدمی رو ما در رنج آفریده ایم، در رنج، همون که حافظ میگفت ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم، ای گل تو دوش داغ صبوری کشیده ایم، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. کار از تو میرود مددی ای دلیل راه، که انصاف میدهیم و زراح افتاده ایم. خب ما اون شقایق، یعنی ما را اصلا با رنج سرشته اند، توجه میکنید، در رنج ما رو آفریدن. چرا اینجوریه؟ برای اینکه ما دائما، اولا ما موجودات زمانی هستیم، موجودی که تاریخمنده، زمان داره، زمان بر اون میگذره، دائما چیزی رو از دست میده،
ان الانسان لفی خسر، آدمی در خسران مداوم و دائم است. نوشتن دیگه اینو مرحوم فکر کنم محمد عبده نوشته بود در تفسیر این آیه، ان الانسان لفی خسر، میگه من وقتی معنی این آیه رو فهمیدم که آدمی در خسران مداوم است، که دیدم یه یخ فروشی در کوچه داره صدا میزنه، میگه آی خانواده ها بیاین این جنس رو از من بخرید، جنسی رو از کسی بخرید که پس از مدتی هیچ ندارد، یعنی اگه نخرین همش آب شده. گفت من اونجا فهمیدم که به قول سعدی خودمون، عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی مانده خواجه قره هنوز. عمر ما، زندگی ما مثل برفی است در آفتاب تابستان، همون یخی است که اون یخ فروش می فروخت. گفت بیایید بخرید که اگر نخرید تمام سرمایه من رفته، نه اینکه سود من رفته. این خسران مداومی است که ما داریم، دائما داریم یه چیزی را از دست میدیم. دائما در حکایات عربی هست، میگن یک کسی از دیگری پرسید حالت چطوره، گفت هو ذا اموت قلیلا قلیلا، گفت دارم میمیرم، همتو دارم به تدریج میمیرم. و درست هم هست، یعنی ما همتو داریم میریم، خودمون یادمون نیست و میبازیم، جوانیمون رو میبازیم، انرژیمون رو میبازیم، حافظمون رو میبازیم. خاقانی میگفت خاقانی را مپرس که ایام از رنج چگونه میگذارد، جو جو ستد آنچه دادش ایام، خرمن خرمن همی سپارد. میگه از من نپرس که حالت چطوره، چیزهایی رو که روزگار به من داد جو جو داد، قطره‌ای داد، قطره چکانی داد، اما الان خرمن خرمن داره از من میبره، داره میکشه و میبره. این رنج مداومه دیگه. اون وقت اون محبوب ها و متعلقات آدمی هم که از دستش میره، اونا دیگه رنج هم میاره دیگه. یعنی آدمی حقیقتا اگر به جاش چیزی ننشینه، چیز با ارزشتری ننشینه، البته که رنجاور است. عاشق رنج است نادان تا ابد. مولانا معتقد است که کسی که معنای زندگی رو نفهمیده نادان، کاری میکنه رنج برای خودش میاره، یعنی تعلقات خودش رو افزونتر میکنه. مثل این جناب بازرگان که اون همه طوطی خریده بود، اون همه غلام و خدم و حشم و اینها، نمیدید که اینا عاقبتش رنجه. خیز و لا اقسم بخوان تا فی کبد، یعنی برو اون سوره رو بخوان و به این آیه برس که لقد خلقنا الانسان فی کبد. از کبد فارغ بودم با روی تو. حالا مولانا دیگه، اینا حرفای مولاناست. من با روی تو، با نظر به روی تو از هر رنجی فارغ شدم و زبد صافی بودم در جوی تو. زبد یعنی کف، کف. من در جوی تو در آب زلالی بودم، کف نداشت، سنگریزه نداشت، آلودگی نداشت. زندگی عاشقانه بی آلودگی خالصی رو داشتم. و بعد نقد میکنه دریغ گفتن رو. در اینجا یک تناقضی حالا اشاره خواهم کرد در کلام مولانا، ولی فعلا نقدشه. این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. غیرت حق بود و با حق چاره نیست، کو دلی که از حکم حق صد پاره نیست. یا نسخه دیگه، کو دلی که از عشق حق صد پاره نیست. یادم یکی از اقوام ما، دور ما، فوت کرده بود، من آمریکا بودم، نامه نوشتم در تسلیت براشون، همین بیت مولانا رو در ابتدا آوردم که غیرت حق بود و با حق چاره نیست، کو دلی که از حکم حق صد پاره نیست. بعدن به من گفتن که خیلی این سخن به اونها تسکین داده بود. غیرت حق است. حالا غیرت یک معناش هم در اینجا یعنی مدیریت خاص خداوند است. خب یک کسایی رو میگیره میبره دیگه، چیکار کنیم دیگه. کو دلی که از حکم حق صد پاره نیست. همه اوامر الهی و همه خواسته های او ممکنه موافق رضایت ما نباشه. اما قبل از این اون بیت، این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است. وجود نقد یعنی صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تا
تو مگر خود مرد صوفی نیستی، نقد را از نسیه خیزد نیستی. یادتونه این در ابتدای همین دفتر اول مثنوی بود که وقتی که مولانا یاد شمس تبریزی میکنه، همین که کلمه شمس آفتاب به زبانش میاد به یاد شمس میفته و بعد ناگهان از خود بی خود میشه، این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. مثل یعقوب که پیراهن یوسف رو برای او آوردند و زنده شد، چشماش بینا شد، من الان اسم شمس که آمد مثل این که پیراهن یوسف رو برای من آوردند. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، که از برای حق صحبت سالها بازگورم زی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. این رو میگوید. بعد اون وقت به خودش نهیب میزنه، میگه گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوشدار. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. به خودش میگه مگه تو صوفی نبودی؟ مگه ابن الوقت نبودی؟ مگه به نقد نمی پردازی؟ چه شد یاد گذشته کردی؟ چه شد دوباره یاد شمس افتادی؟ اونها رو چرا احضار کردی؟ فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. نهیب به خودش میزنه و دهانش رو میبنده، میگه دیگه رها کن. یه داستانی که قبلا هم برای شما گفتم در مناقب العارفین هست، از شمس الدین محمد افلاکی درباره مولانا که همین نقد وقت رو و ابن الوقت بودن رو نشان میده. میگه در باقی بودیم، مولانا نشسته بود، اصحاب هم بودن، مولانا پاشو دراز کرده بود در رودی، رودخانه‌ای که اونجا زیر پا عبور میکرد، و یاران در کنار او بودن. به مناسبتی ذکر شمس تبریزی در میان آمد، ناگهان یکی از اصحاب مولانا به نام بدرالدین، حالا اونجا گفته بدرالدین مقبول الاقطاب، وقتی که هیچ لقبی برای کسی پیدا نمی‌کردن، یه وقتی میگفتن قطب الدینه، یه وقتی میگفتن شیخ مشایخ اسلامه، میگه بدرالدین مقبول الاقطاب، بدرالدینی که دیگران قبولش داشتن، همچین لقبی از بیلقبی براش تراشیده. این آقای بدرالدین مقبول الاقطاب در حضور مولانا یک مرتبه برگشت گفت حیف حیف. همین ناگهان مولانا براق شد و برگشت به او گفت که حیف چرا گفتی؟ چه جای حیف گفتن است؟ حیف در میان ما چه کار دارد؟ عتاب تند کرد. اونم دست و پاشو جمع کرد و گفت آقا بالاخره خوب شمس بود و گفتم حیف که چنین گوهری از دست ما رفت و ما چنان که باید به او خدمت نکردیم، چندان فرصت نشستن در محضر او رو نداشتیم. و مولانا میگوید که این رو شنید و سرش رو انداخت پایین و بعد مدتی سرش رو بلند کرد، گفت که قسم به بزرگان که تو الان به خدمت کسی رسیده ای که از بن هر موی او هزار شمس تبریز آویزان است. گفت اون شمس تبریز که رفت گذشته، گذشت تمام شد، الان منم به فکر کنون، منم دیگه به فکر او نیستم، الان شمس تبریز در من آویخته است، از من آویخته است، به تعبیر امروزی ها درونی من شده است. چه کار به گذشته داری دیگه؟ تو در به محضر کسی رسیدی که از بن هر موی او هزار شمس تبریز آونگان است. آونگان گفت مولانا. ببینید این معناش این بود که شمس تبریز دیگه برای او تمام شده بود، هزار شمس تبریز رو در وجود خودش درآورده بود و بلعیده بود و فرو خورده بود و ستبر و رستموار نشسته بود. به همین دلیل مولوی وقتی که از، یعنی به یاد گذشته نمی رفت دیگه، این است که وقتی که از شمس برید بلافاصله سراغ صلاح الدین زرکوب رفت، تعلق به او پیدا، وقتی او رفت سراغ حسام الدین رفت، به هر حال تعلقات خودش رو تازه می کرد، در نقد وقت به سر می برد، رنج نمی برد از اینکه شمس نیست.
مرحوم فروزانفر در شرح دفتر اول مثنوی که متاسفانه به پایان بردن او هم توفیق نیافت، نکته خوبی رو گفته. مولانا در فقدان شمس، در فقدان صلاح الدین زرکوب قونوی اشعاری گفته. حالا در باب شمس البته مطمئن نبود که او مرده، لذا اصلا سخن از مرگ او نیست. اما صلاح الدین زرکوب قونوی خب شاگرد مولانا بود، دخترش عروس مولانا بود، به هر حال ارتباط نسبی سببی خویشاوندی داشتن و قرار بود که خلیفه مولانا بشه. خب گویا سرطان، چون در احوالش نوشتن بیچاره یک دو سال دردهای شدید میکشید و عاقبت هم رفت. مولانا یک قصیده بلندی داره در وفات جناب صلاح الدین زرکوب، اتفاقا نکته های خیلی خوبی هم تو داره. دریغایی بر چنان چشم نهان، چشم عیان بگریسته، ایز هجرانت زمین و آسمان بگریسته. ولی سوزناک نیست این شعرها، معرفت گوییه. میگه ما چشم عیان داریم، تو چشم نهان داشتی. ما چشم عیان بین داریم، تو چشم نهان بین داریم. مسخره نیست که این چشم عیان بین ما بر چشم نهان بین تو بگرید؟ آخه این طنز روزگار است، این چه معنا داره؟ مرحوم فروزانفر نوشته که این شعرهای مولانا که در سوگ این بزرگان سروده بود هیچ بوی آه و زاری و دریغا گفتن نداره. یه چیزیست، هم فرصتیست برای گفتن حرفای خودش و هم یه جور سوگواری کردن صوفیانه و رندانه است، نه عزاداری که به سر بکوبند و زاری بکنند و اینها. یا مثلا وقتی که در باب شمس تبریزی ابیات خوبی هم داره، ولی خب ای ساکن جان من، آخر تو کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ نه مرغ هوا بودی، نه باد سبا بودی، از نور خدا بودی، در نور خدا رفتی. اینجوری احوال خودش، عواطف خودش رو ابراز میکرد. اما قصه گریه و اینا نبود. اگه ایتون باشه اون نوبت قبل گفتم براتون که گریه کردن نزد مولوی خیلی کار عظیمیست. عشق رو به پای هر چیزی نباید ریخت، خیلی قیمتیست این عشق آدمی. و آدمیانی که قدر عشق رو نمیدانن یه چیزی کم دارن، در شناخت آدمی اشتباه کرده اند، چون تمام جان به قلیان میاد و در عشق آدمی جلوگر میشود. باری اینجا هم مولوی راجع به دریغ گفتن داره نقد میکنه. میگه یعنی چی دریغا میگین؟ یعنی چه حسرت میخوری؟ چرا چنین شد؟ کاش چنان شد؟ چرا پشیمانی؟ چرا دریغ؟ چرا حسرت؟ اینا هم خانوادن از یک جنس هست. همه اینها به معنای چیه؟ از وجود نقد خود ببریدن است. نقد و گذشتی رفته سراغ نسیه، یا چیزی که رفته و از دست بیرون رفته، یا چیزی که نیامده متعلق به آینده است. این دریغ گفتن است. آدمی که در حال زندگی میکنه، ابن الوقت است و به نقد میاندیشد و به نسیه نمیاندیشد، دریغا هم نمیگوید. رفت که رفت، تمام شد دیگه. تو گفت نه بر مرده، بر زنده باید گریست. اونی که رفته که رفته، اینی رو که هست فکرش باش که خودت باشی. این خب خیلی نکته مهمیستی که براتون باز هم خوندم تو دفتر سوم. مولانا اونجا بحث میکنه راجع به کسانی که در حضورش نشسته بودن، خوبم گوش نمیدادن به حرفاش، یه مقداری ناراحت میشه و میگه نباید سخن گفت. و بعد میگه لیک با بی رغبتی ها، ای ضمیر صدقه سلطان بیفشان، و مگیر اسب خود را ای رسول آسمان، در مرحولان منگر و اندر جهان. بعد میگه فرخون ترکی که استیزه نهد، اسب خود در خندق آتش جهد، گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش در پشیمانی زند، خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. به خودش نهیب میزنه، میگه نه نگاه نکن که بعضیا اعتنا نمیکنن، خوب گوش نمیدن، چرت میزنن، تو حرفتو بزن، تو اسب خودت رو بران. فرخ اون ترکی که، چون برای آیندگان میگفت، برای غایبان هم میگفت، نه فقط برای حاضران. در محضر او مگه چند نفر می نشستن؟ چند نفر اعماق سخن او رو درک میکردن؟ خب قلیل بودن دیگه.
ولی او تاریخی نگاه میکرد، اینکه میگفت فرخ اون ترکی که از ترک، یعنی در اینجا مرد دلاور، اون ترکی که استیزه نهد اسب خود در خندق آتش جهد، بزنه به آتش و آب آتش و پروا نکنه و بره و این موانع کوچک رو اصلا نبینه که امروز فلانی اینو گفت فردا اونو گفت، اصلا اینا رو محل نذاره. گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش در پشیمانی زند. این پشیمانی همون دریغ است، همون حسرت است، همون از وجود نقد خود ببریدن است. اولین کاری که میکنه در همین دریغ ها و پشیمانی ها آتش بزنه. کاش یه جوری دیگه بود، کاش مثلا مستمعین من به کسان دیگه بودن، کاش این نمیشد، کاش اون نمی، این کاش ها یعنی چی، این دریغ ها یعنی چی، کار تو بکن، حرف تو بزن، اسب تو بران، بالاخره کار مثبت میمانه دیگه. فرخون تو گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش در پشیمانی زند، خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. بعد میگه آدمی اگر گرم روه، یعنی سریع داره حرکت میکنه، اصلا پشیمانی در راه او پیدا نمیشه. پشیمانی ما آدمی کند روه، کند و با تعنی و با تنبلی داره حرکت میکنه. تو هر لحظه هم منتظر اینه که چیزی پیش بیاد و بشینه، ول کنه، ادامه نده. اینه که زود پشیمون میشه، زود دریغا میگه، زود حسرت میخوره، زود این ور نگاه میکنه، اون ور نگاه میکنه، این جری چی میگه، اون داره چی میگه، بیچاره میشه. نه، خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. وقتی ببینه شما گرمی، تندروی، چالاکی، پشیمانی اصلا سبز نمیشه جلوی راه شما. نروید از عدم. اینکه اینجا مولانا این دریغا گفتن رو به شدت داره مورد طعن و تشنیع قرار میده. این دریغاها خیال دیدن است. این دریغا گفتن برای اینه که ببینی. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که نیست پیش چشم تو، چیزی که غائب است، به خاطر او داری دریغ میگی. از دستم رفت، از چشمم بیرون شد، یا اکنون در دستم نیست. از وجود نقد خود ببریدن است. نقد رو رها کردی. بعد میگوید که بله، اون توتی که رفت یا هر چی که از دستت رفت، غیرت حق بود و با حق چاره نیست. کو دلی که از حکم حق صد پاره نیست. این غیرت حق است. راجع به غیرت خدا بعدن مولانا بیشتر خواهد گفت، منم توضیح بیشتری خواهم داد. غیرت به طور کلی یعنی غیر رو به دایره محارم راه ندادن. غیر یعنی اغیار، یعنی بیگانه رو در میان محارم نیاوردن و ننشاندن. این معنای غیرت است. غیرت ورزیدن، من یه بار اینجا خدمت شما گفتم، دو تا لغت هست که در زبانهای لاتینی نیست. یکی غیرت، یکی شرمه. و من هر وقت در انگلیسی خواستم سخنی بگم که به این موضوع مربوط می شده گیر کردم، یعنی اصلا کاملا خلاف منظور من فهمیده شده است. کلمه غیرت در انگلیسی همون جلسی است که با حسادت یکی است. و شما مثلا تورات رو بخونید، تورات انگلیسی رو، فرانسه رو، فرانسه جالو یا به انگلیسی جلس، خدا میگه من یک خدای حسودم. دقیقاً I'm a jealous god. به موسی میگه دیگری رو عبادت نکن، بت نپرست، دیگری رو عبادت نکن، من یک خدای حسودم. اونگاه با تو رفتار تأدیبگرانه ای خواهم داشت. خب ما اگر این رو تو فارسی میخواستیم ترجمه کنیم، باید بگیم من یک خدای حسودم. باید بگیم چی؟ من یک خدای غیورم. غیور جنبه مثبت حسادت است. اصلا اگر حسادت باشه، که حسادت هم نیست، اما متاسفانه این لغت در فرنگی، تو همه زبانهای فرنگی، با غیرت، از غیرت تفکیک نشده است و اینا یک جا و با یک لفظ بیان می شوند. ولذا خب بدیهی است دیگه، اشتراک لفظ دائم رهزن است. اشتراک لفظ خب راهزنی می کنه دیگه و
اینکه غیور بودن خداوند رو، حسود بودن خداوند رو من دیدم. خیلی ها نوشتن که جزو اوصاف ذمیمه الهی است، این که صفت حمیده نیست، این که جزو اوصاف جلالیه و جمالیه نیست، این رذیلت است، زشت است که خداوند حسود باشه. یعنی چه؟ به چی حسادت بورزه؟ که واقعا معنی نداره خدا، چون همه چیز مال اونه. حسود کسی است که وقتی کسی دیگری چیزی داره بگه ای کاش اون نداشت من داشتم. معنی نداره خداوند حسود باشه، چون چیزی نیست که اون نداشته باشه، همه چیزا مال اونه. ولی غیور چیز دیگری است. غیور یعنی نامحرم رو طرد میکند. این معنای غیور اینه. این خیلی فرق داره با اینکه شما حسود باشید. چه معنا داره؟ خب این در روایات البته اسلامی هم کلمه غیرت آمده است. خب حالا بعداً بیشتر ان‌شاءالله توضیح میدم براتون. بعد مولانا میگه غیرت آن باشد که او غیر هم است. یعنی غیرت حق کسی است، غیرت آن باشد، یعنی از آن کسی باشد که او غیر هم است. غیر همه همون تعبیر، یعنی کنایه از خداوند است دیگه، که غیریت مطلقه دارد، یا به قول آقای ایلیچ completely other، موجودی که به طور کامل یه موجود دیگری است. یعنی همون لیس که مثله شی، هیچ چیزی به او شباهت نداره. مولانا راجع به شمس تبریز اینو میگفت، میگفت دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. هله خاموش که شمس الحق تبریز از این می همگان را بچشاند، بچشاند، بچشاند. به که ماند؟ مثل کیست؟ خب به که مانی که بماند ز تو سرپنجه مانی. خب یعنی مشابه هیچ چیزی نیستی، غیر هم است. غیرت از آن کسی باشد که او غیر هم است، آن که افزون از بیان و دمدمه است. دمدمه به فارسی یعنی دمیدن، سخن گفتن. ای دریغا اشک من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. طوطی من، مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من، هرچی روزی داد و ناداد آیدم، او ز اول گفته تا یاد آیدم. دیگه مولانا از اینجا وارد اصلا یک مقوله دیگری میشه که بهتر است ما به نوبت آتی بسپاریم انشالله، یعنی سال آینده به امید حق با دوستان مطرح کنیم، اگر عمری و توفیقی و صحتی و حیاتی برقرار باشه. اینجا دیگه حرفای مولاناست، اینجا دیگه حرف اون خواجه بازرگان صاحب توتی نیست. منظور از دلبر زیبا و توتی و مرغ زیرکسار و ترجمان فکرت و اسرار همون روح آدمی است که ازلی هم هست. چون بعدن در اون بیت هم میگه هرچی روزی داد و ناداد آیدم، داد و ناداد یعنی رسیده و نارسیده، یا داد و بیداد، هر دو معنا رو میتوان اراده کرد. او ز اول گفته تا یاد آیدم. این همون تعلیم افلاطونی سقراطی است که ما همه چیز رو میدونیم وقتی که به این عالم میایم، فقط بعد به یادمون بیارن. این تعلیم سقراط هست دیگه، توی نوشته‌های افلاطون اومده، چون سقراط که خودش چیزی نمی نوشت، آثار افلاطون بخشش سخنان سقراط است. باری سقراط تئوریش این بود، میگفت دانستن تذکر است، یعنی دانستن به یاد آوردن است، ما باید به یادمون بیارن. بعد اونجا یک آزمایشی هم میکنه به سلیو بوی، یعنی یک بردهی اونجا نشونش میده که خلاص این قانون چیز رو، اوگلیدوس رو یا چیز فیثاغورس رو خودش هم میتونه بهش برسه، منتها بعد یک کسی هی یاداوریش کنه، یاداوریش کنه. اصل و ریشه اندیشه ها و علوم رو ما با خودمون داریم، برای اینکه وقتی که روح ما در عالم بالا بوده به این حقایق دسترسی داشته و اینها رو در خودش ذخیره کرده، به این عالم که میاد فراموش میکنه، چون جسم موجب فراموشی میشه، مثل حجابی است که روی چشم جان ما رو میگیره و او رو از دیدن باز میداره. به تدریج که ما این رو کنار بزنیم، وقت دوباره چشمان ما بینا میشه، همون چیزایی که میدونستیم رو دوباره به یاد میآوریم. این تئوری
سقراطی و افلاطونی است و عرض می شود که خب حالا یک رأی است دیگه. مولانا هم میدونید دیگه، صوفیان ما هم همین رو میگفتن، میگفتن به جای اینکه دنبال حقایق برید، دلتون رو اینقدر صاف کنید که حقایق به دنبال شما بیان. تمام حرفشون این بود دیگه، که داستان چینیان و رومیان و اینا که همه میدونید همین بود، که شما به جای اینکه بیاید و بنویسید در دلتون و در روحتون معلومات رو به خودتون بیفزایید، این جان رو، دل رو چنان سیقلی کنید، چنان سیقلی کنید که حقایق در شما بتابد و اونگاه شما واجد حقایق قاهید شد. معتقد بودن که پیامبران چنینن، اولیاء الهی و صاحب دلان چنین بودند. این هم یک راه کسب دانش است، یک راه کسب دانش است. مولانا مثال میزنه، غزالی مثال میزنه، مولانا از غزالی گرفته، شاید سابقه بیشتر از این هم داشته باشه، که میگوید یه وقتی است که شما یه چاهی خوش یه توش آب میریزین، یه وقتی خود این چاه از داخلش و از پایینش آب میجوشه، دوتاست. اونی که خودش آب میجوشه آب داره، اصلا آبش از آن خودش، اما اونی که از بالا توش آب میریزین، اگه شما نریزین چاه خشک. یا حوض رو مثال میزنه، حالا غزالی کلمه چاه به کار میبره، حوض رو میگه، فرق نمیکنه. یه رودی رو گشودید، جویی رو به حوض گشودید، این تا وقتی که این جو آب میاره حوض شما هم پره، همین که این جو بسته شد آب حوض شما هم به پایان میرسه. اما اگر حوضی باشه که از کف حوض همطور آب بجوشه، دائما بجوشه، این حوض همیشه پره، آب صافی و بدون آلودگی. تمام حرف سقراطیان، افلاطونیان، ارسطوییان نه، و صوفیان ما، اینهایی که خب پیروان همون مکتب بودن، این بود که باید زهکشی کرد، یعنی این چاه رو یا این حوض رو باید تمیز کرد، گلولای رو از او زدود و اجازه داد که از کف او آب جوشش بکنه. و مولانا چند جا این رو داره دیگه، میگوید که معلمینی داریم که میرن هی کتاب میخونن میخونن، آخرم سر کلاس وقتی که بیشاگردی دو تا سوال اضافه بکنه اینا در میمونن بیچاره ها، چون بیشتر از اون چیزیست که شب رفته حاضر کرده، چون بالاخره قد یه شب دو شب با شاگردهای خودش فاصله داره. ولی تا کنی مر غیر راهب رسنی خیش را بد خوب و خالی میکنی، بعد عصبانی میشه، بعد داد سر شاگرد میزنه، بعد فلان. اما بعضی اصلا وصل به دریا، متصل چون شد دلت با اون عدن، این بگو مهراس از خالی شدن. میگه اگه وصل به دریا شدی دیگه نترس، خالی نمیشی. میگه پیامبران اینطوری ان، آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، کان سبو را هم مدد باشد ز جو. خم که از دریا در او راهی بود، پیش او جیهون ها زانو زند. یه خمه اما وصل به دریاست، لذا جیهونها در مقابل او سجده میکنن و زانوز، اما این خمه بریده از دریا، خب معلومه دیگه یه آب محدودی داره و چند تا پیاله و ملاقه وردارن تموم میشه. بعدش هم خیش را بدخو و خالی میکنی، یعنی عصبانی میشی و داد میزنی و که این چه سوال ابلهانه بود پرسیدی و برو بیرون و نمیتونم، از این چیزا که شگرد بعضی از معلم هاست. خود این مولوی واقعا یکی از کسانی بود حرفاش تموم نمیشد. خیلی جالبه دیگه، این نمونه است از آدمایی که وصل به دریا، عمرش تموم شد اما حرفش که تموم نشد. توجه میکنید عمرش تموم شد. گفتا این بگو مهراس از خالی شدن، نه ترس، خالی نمیشی، هم تو ریفیل میشه، هم تو میاد پر میشه، پر میشه، چون دریا که تمومی نداره. اما بله، اینایی که معلوماتشون کتابیه، خب آره دیگه، خیلی محدود است و جوششی وجود نداره. البته یادتون باشه فرق است بین جوشندگی با بافندگی. بعضی ها استاد بافندگی هن، اونا رو اشتباه نکنید با جوشندگی. یه بار یه آقای روحانی رو دیدم در تلویزیون با او مصاحبه میکردن، از او پرسید شما چقدر مطالعه میکنی؟ گفت من زیاد مطالعه نمیکنم، ولی همطور جوشندگی دارن.
من اون آقا رو میشناسم و جوشندگی هاشم میدونم. خدا رحمتش کنه، از دنیا رفته. خیلی خوب، سخن رو اینجا به پایان ببریم و شما رو در فکر تفکیک میان جوشندگی و بافندگی بگذاریم. سال نو باز هم بر شما مبارک و سلام و علیکم. بله بله، صلاح الدین بعد از مرگش مولانا راجبش اشعاری میگه و میگه تو دیده نهانبین داری، ما دیده عیان بین. این ما این که میگه واقعا خودش هم منظورش بوده، چون فهمیدی که ایشان شاگرد مولانا که تعارفیه، یا اینکه واقعا مثلا تو بعضی موارد میدیده که حتی شاگرداش در بله ممکنه. نه من دلیلی ندارم بگم لزوما تعارف بوده، شاید هم حقیقتاً چنین چیزی رو، چون مولوی به این صلاح الدین خیلی علاقه داشت. در احوالش نوشتن که این صلاح الدین مرد کاملا عامی بود، عامی عامی، تحصیل نکرده، درس نخونده، مطلقا زرکوبم بود، کاسب بود، مغازه زرگری داشت و اینا. حتی سخن که میگفت کلمات رو عامیانه ادا میکرد. نوشتن که قفل رو میگو قلف، خب ما هم شنیدیم دیگه، یا مبتلا رو میگو مفتلا، فلانی مفتلا شده به فلان بیماری. بعد از اینکه از دهان این کلمات خارج شد، بعد از اون مولانا همیشه به قفل میگو قلف، به مبتلا میگو مفتلا. و گفتن آقا شما، گفت نه درست همونیست که اون میگه. توجه میکنید؟ خب ولی مولانا میدونست البته که خب درستش قفله، هیچ وقت تو شعراش هم قلف نگفته، اما اینقدر تعلق خاطر داشت به این مرد. بله اونم البته واقعا دیدیکیتد بود، یعنی حقیقتا همه وجودش رو وقف مولانا کرده بود و انسان بسیار متشرع و در این حال از نظر مولوی ظاهرا چشم نهان بین هم داشته. بله تشکر از شما وقت بحث مصنوعی سوالی در خصوص عطار هم داشتن در دو تا سوال. این که از نظر مقامات و درجات آیا عطار و مولانا قابل مقایسه هستن یا نیستن، و سوال دوم این که آیا مولانا در هیچ جایی از اثرهاش تحت تاثیر عطار بوده یا نه، در این که یه مقدار کجا شدم من اغلب در بسو خریده شما تو گوش کردم کمتر اشاره و تا دیدم یا حداقل من ندیدم. این رو خواستم کردم. بله خب درست میگید، من اونقدر اشاره به عطار نمی کنم، ذهن من اونقدرها از سخنان عطار پر نیست که از مولانا. اما در این که مولانا تحت تاثیر عطار بوده که هیچ شکی نیست، اصلا این مثنوی رو بر وزن الهی نامه عطار سروده، خودش هم در اشعار خودش میگه عطار روح بود و سنایی دو جسم او، دو چشم او ببخشید، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. اصلا تمام حرفش اینه، میگه من به دنبال اونها گام میزنم، اونها معلمان نخستین من بودن. در همین مثنوی هم از عطار شعر داره هم از سنایی، این دوتا در واقع میشه گفت استادان طریقت مولانا بودن. البته شمس در جایگاه دیگری است و کسی برای اینکه مولوی رو خوب بشناسه حتما باید عطار و سنایی رو خوب بخونه، کما اینکه خود مولانا هم به اونا دائما ارجاع میده. بله بشنو اش چیز ابیات حکیم برده ای سر همان جانه که باده خورده ای، حکیم برده ای همین جناب سنایی است. یا مثلا در همین یکی دو جلسه قبل بودیم که یک بیتی رو مولانا در عنوان یکی از فصول از عطار نقل میکرد، تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. همون جایی که میگفت گر ولی زهری خورد نوشی شود، ور خورد جاهل سیه هوشی شود، همین معنا رو از او اقتباس کرده بود. اصلا الهی نامه عطار در جمع صوفیان خوانده میشد و همین حسام الدین بود که آمد نزد مولانا و گفت آقا ما میخوایم چیزی رو جاگزین الهی نامه عطار کنیم،
شما اشعاری به سرایید کتابی پدید بیارید که از این به بعد در جلسات صوفیان اون خونده بشود، که مولوی هم در جواب حسام الدین نوشتند، البته که از پر امامه خودش برگه آورد بیرون، گفت خودم هم تو این فکر بودم این 18 بیت هم سرودم، از اون بشنوی نیچون شکایت میکند تا 18 بیت، گفت این رو هم گفتم و بعد ادامه خواهد داد. بعدم جلسات تشکیل میشه و میان و میرسه به 26,000 بیت. بله. با سلام حبت با مردن صحبت کردیم در صحبت، اگه ممکن هست همینون خود بیشتر باز کنیم مردن در عرفان چه معنی داره؟ الان بگم خیلی جفا میشه به این مطلب، انشالله یه وقتی بعد مفصلا من این رو صحبت بکنم براتون. غرض مرگ جسمانی نیست البته دیگه، بله، ولی حقش ادا نمیشه، انشالله یه وقتی مفصلتر و بعدم با استشهاداتی از خود مولانا، از عطار، انشالله این رو ادامه میدیم. بله، در اواخر دفتر ششم مثنوی راجع به مرگ خیلی مطالب مهمی هست، هستید خودتون مراجعه کنید، انشالله اینجا هم من طرح میکنم در وقتش. نه درست میگید، ببینید بستگی داره ما این رو، این سخن رو از زبان بازرگان بشنویم یا از زبان مولانا. اشاره و به اصطلاح قرینه ای نداریم اونجا، اما خب در مثنوی از این گونه بسیار است که مولوی سخن میگه دیگه، در میان سخنان خودش رو هم درج میکنه، آدم باید حدس بزنه. اما اگر زبان بازرگان بدونیم، آره همون معنی خیلی ساده ظاهریشه، اگر مثل که بگیم یه توپ دارم شاه نداره مثلا، از این همینجوری ها، یه مرغی من داشتم یه توتی داشتم که سلیمان نداشت، این بله. اما اگر از زبان مولوی این رو بشنویم، وقت نزدیک میشه به همون مطلب که شما گفتید، اونم نه فقط مسئله هدهد که خب باز هدهد البته یه مرغی بود و رفت و یه خبری آورد برای سلیمان، نه، منظورش همون مرغ به معنای روحه. اگر سلیمان چنین مرغی داشت، یعنی چنین روحی داشت، دیگه خودش رو با اون مرغان بیرونی مشغول نمی کرد و بیشتر اشتغال به مرغ داخل قفس وجود خودش داشت تا اینکه سرگرم اون پرندگان بشه و یا به طور کلی اموال و اون سلطنت ظاهری و کلی. اگر این رو از زبان مولانا بخوانیم، این معانی قابل استخراجه. بله. خب خیلی ممنون، ظاهرا دیگه